سلام، به نگاه سیاسی روز خوش آمدید. کمتر از 2 سال به پایان عمر مجلس نهم باقی مانده و طبق زمانبندی‌های مشخص شده در پایان سال 1394 انتخابات دهمین دوره مجلس برگزار خواهد شد. اما نکته‌ای که در این میان مهم است آرایش سیاسی مجلس آینده است که به نظر می‌رسد اصلاح طلبان و اعتدالگرایان طرفدار دولت شانس بیشتری برای تصاحب کرسی‌های آن دارند. این در حالی است که اکثریت صندلی‌های مجلس 8 و 9 در اختیار اصولگرایان و بالطبع حامیان محمود احمدی نژاد در آن زمان قرار داشت. اما عملکرد نابخردانه وی باعث گردید در 2 سال آخر ریاست جمهوری مجلس و احمدی نژاد راه تقابل با یکدیگر را در پیش بگیرند. با پیروزی حسن روحانی در انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری و آغاز دوران حاکمیت اعتدالگرایان بر قوه مجریه، برخی از افراطیون که لباس وکالت ملت را به تن دارند همچنان با افکار مردود دوران دولت گذشته سیر می کنند و به اسم انتقاد و بدون در نظر گرفتن اولویت‌های امروزی کشور بر طبل تقابل با دولت می کوبند. این نمایندگان در مقابل یکتازی‌های احمدی نژاد وی را به مجلس فرا خواندند و پاسخی جز توهین دریافت نکردند. وی به صراحت اعلام کرد مجلس در رأس امور نیست و حتی گفت که رئیس جمهور از تمام مردم رأی می‌گیرد اما نمایندگان مجلس از بخشی از مردم. جالب این نکته است که این نمایندگان نه تنها از توهین‌های رئیس دولت دهم ناراحت نشدند بلکه معتقد بودند رئیس جمهور قاطعانه پاسخ سوالات را داده است. در طول عمر نظام جمهوری اسلامی 8 مجلس و 11 دولت شکل گرفتند و دولت و مجلس طی سالهای گذشته همواره درگیر اختلافاتی بودند. اما به نظر می رسد دامنه این اختلافات با آمدن حسن روحانی که برخلاف میل افراطیون بهارستان نشین صورت گرفته تندتر از گذشته شده و تعامل نقطه‌ای فراموش شده در روابط دولت و مجلس گردیده است. تحلیل اشتباه نمایندگان مجلس نهم در پیروزی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری بیانگر ناهمسویی اکثریت نمایندگان مجلس نهم با مواضع و تمایلات مردم ایران بوده است و به نوعی افول سیاسی این قشر را رقم زده. در حالی برخی از بهارستان نشینان این تقابل با دولت را انکار می کنند که هنوز سفارایی که در زمان انتخابات 24 خرداد مشاهده می شد نمود دارد و آنان پس از خروج از شوک باخت در این انتخابات در خط مقدم تذکرات نسبت به دولت قرار گرفتند و در مقابل سکوت حسن روحانی باعث گردیده این نمایندگان جریتر از گذشته با سنگ اندازی در مسیر حرکت دولت 11 و استفاده از تریبون‌های رسانه‌ای و مطرح‌سازی نام خود با دستاویزهای واهی تبلیغاتی زودهنگام را برای انتخابات آینده مجلس کلید بزنند. نمایندگان مجلس نهم از این مسئله غافل هستند که قرار گرفتن در مقابل خواست اکثریت مردم و از دست دادن حمایت بخش مهمی از بدنه اجتماعی در انتخابات مجلس دهم به احتمال زیاد شکست سنگین دیگری را پیش روی خود بیابند که به معنای پایان حیات سیاسی آنان در مجلس و خداحافظیشان با نمایندگی مردم باشد.